وقتا خیلی تون حرف میزنی و من نمیتونم متوجه حرفات بشم. درسته. خب من اینجاها رو تمیز کردم، حالا باید برم اتاق آقا ارهان و کتابخونه رو تمیز کنم، باشه؟ واقعا ازت ممنونم زهرا. خواهش میکنم، با اجازه. خوب شد این کلاس کنسل شد، 2 ساعت زود اومدیم بیرون. بیا بریم تقسیم. نه من نمیتونم بیام. بیا دیگه فریها، خیلی ضد حالی. خب من میرم، فردا میبینمت. میبینمت. امیر ببخشید. نفهمیدم. صبح اعصابم خورد بود، تند رفتم. آره کمی تند رفتی. اگه اشتباه نکنم آخرین باری که یکی اینجوری با هم رفتار کرد 8 سالم بود، مامانم اینجوری با هم حرف زد. فریها من به تو چه خبر فریها؟ بهتر شدی؟ خیلی خوبم ممنون. به به، میبینم که خانوما با هم آشنا شدن. مریض بودی؟ نه چیز مهمی نبود. آها. تو هم بیا با هم قهوه بخوریم. من داشتم میرفتم خونه. خونتون کجاست؟ اتیلر. پس بیا بریم، کافه ما اونجاست. بیا دیگه. خب بذار ببینم، من خیلی گرسنه‌ام، به خاطر همینم یه همبرگر میخوام با یه مقدار چیپس و یه نوشابه با یه ترامیسوی کوچیک. مواظب باش نترکی. من یه قهوه ساده میخوام. من هم ایجه موجه میخوام بدون خامه و سالاد آکدنیز، البته بدون روغن. من فقط آب میخوام. فقط آب میخوای؟ چیز دیگه ای میل ندارم. یه چیزیو میدونین، این عشق مامانم به پاریس منو کشته، خونه و زندگیشو فراموش کرده. هر چقدرم بهش بگم بیا نمیاد، منم تو خونه تنها موندم. وای خدا، دلت واسه مامانت تنگ شده ها؟ پاریس که همینجاست، خب برو پیشش. ای بابا، انقدر زیاد اونجا رفتم که خیلی برام خسته کننده شده. اما اگه شما بیاید امشب میتونیم بریم. امشب پاریس؟ من الان بلیط رزرو میکنم. به من نگاه نکنین، میدونین که مامانم اینا آمریکان، باید مراقب جان باشه. امیر قبول کن دیگه، یه روزه میریم و برمیگردیم. هانده اصرار نکن، نمیتونم بیام. بی خود اصرار نکن، اگرم بخواد بیاد نمیتونه بیاد، چون بلیط تموم شده. خب باشه، میتونیم هفته یه بعد بریم، تا اون موقع کار پرستاری از بچه هام برای امیر تموم شده. خب فریها، تو هم این برنامه های فرار رو دوست داری؟ کی دوست نداره؟ خب حالا که دوست داری پس تو هم با همون بیا. ظاهرن ایشون از پاریس خوششون نمیاد، فکر کنم تو هم مثل من زیاد رفتی اونجا. تقریبا. بیشتر این جایی که میری یا دوست داری کجاست؟ آمریکا. بذار حدس بزنم، میامی نیست، نیویورک. آره نیویورکو خیلی دوست دارم. نیویورکو یا خریدو. سال قبل که با مامانم رفته بودم انقدر خرید کردم که دور افتاده ترین مغازه هاشم زیر رو کردم. ببینم تو با کی میری؟ یعنی با خانواده میری؟ یا اینکه یه شخص خاص؟ با خانوادم میرم. برادرم اونجا درس میخونه، زیاد میریم اونجا. حتی آخرین باری که رفتیم وقتی برای گشت و گذار نبود. من میرم دستشویی. برادرت چی میخونه؟ اقتصاد. اقتصاد؟ خسته کننده است. یه سوالی دارم، پدرت مجبورش کرده؟ لارا چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم.
طراحی مامانته به میاد. طراحی مامانم و زشت‌ترین آدمم که به پوش شبیه هنرپیشه‌ام میشه. به هر حال من دیگه باید برم، دیرم شده. بهش سلام برسون. منم این هفته برای تغییر رنگ موهام حتما پیشش میرم. باز رنگ موهاتو عوض میکنی؟ معلومه تو زندگی تغییر خاصی نیست و بازم تنهایی. راستی پدره چی کار است؟ تاجره، تو کار گردشگریه. خب این یعنی هتل داره یا اینکه شرکت مسافرتی؟ هتل داره تو شرق. ببین برای کی داریم از تعطیلات حرف میزنیم. فریها؟ برم خونه، بازم فشارم افتاد. این چه کاریه؟ خب من نه، خواهش میکنم، خواهش میکنم. باشه، من فریها رو میرسونم و میام. نه لازم نیست، خونه ما نزدیکه. در این صورت لازم نیست اعتراض کنی. خوش بگذره. میبینمت. ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. اون دو نفر کجان؟ رفتن. حالا فریها بد شد، امیرم رفت اونو برسونم. خودش نمیتونست بره؟ نه نمیتونست. خونتون کجاست؟ تو اون کجاست؟ پس چرا اینجا وایستادیم؟ الان اگه بابام اومده باشه خونه میبینه، بعد سوال پیچم میکنه. خیلی دخالت میکنن؟ من عادت کردم. به هر حال ممنونه. میبینمت. خواهش میکنم. میبینمت. الو. چی کار کردی داداش؟ امانتی رو دادی؟ تقریبا آره. خیلی خوب، خوبه. بعدا میبینمت. چه امانتی؟ میشه انقدر سوال نکنین؟ بحث مردونه است. آره معلومه که بحثتون مردون است. ببینم این ستاره کی خاموش میشه. ای بابا، معلوم نیست اینجا هتل یا آپارتمان که این همه آدم میاد و میره. مامان؟ بله. لارا رو دیدی؟ لارا رو؟ نه، من همش مشغول کار بودم. بابات رفته خدمتکار واحد دو شده، از صبح دارم تنهایی همه کارا رو میکنم. با لارا چی کار داری؟ همینطوری پرسیدم. فریها برو پایین، سیب زمینی ها رو خورد کن. انقدر کار داشتم که وقت نکردم غذا درست کنم. باشه. این چه بدبختیه، یه بار دیگه باید بالا رو تمیز کنم. آی آی آی
محمد، تا اومدی؟ نه خانم، منو. خوش اومدی بابا. ممنون. بدینش به من. نه نه، بذار بمونه، هنوز کارم مونده، باید برم. چی شده رضا؟ لوله کشی ساختمون ویسلینا یه مشکلی پیدا کرده، گفت درستش کنم. حالا اومدم که جعبه ابزارمو ببرم. ای خدا، آخه مگه تو تعمیرکاری؟ برای اینکه پول خرج نکنن برای هر کاری تو رو صدا میزنن. ناسلامتی همشهریه ها، بعد از مدت ها ازم خواسته یه کاری براش انجام بدم، نمیشه که روش زمین بندازم. آره بعد مدت ها. یادت رفته چقدر برای محمد زحمت کشید؟ تو تعمیرگاش بهش کار داد. اگه الان محمد یه کار خوب داره همش به خاطر اونه، زشت خانوم. آره خیلی زحمت کشید ولی داره تلافی همشونو در میاره، حتی اگه پشتش هم بخاره تو رو صدا میزنه. ای بابا اصلا ولش کن، به من چه، این تویی که خسته میشی نه من. آشغالا رو کی جمع میکنه؟ الان طرف جلوی در تو ماشین منتظر منه، بهش بگم میرم آشغالا رو جمع کنم. رو من یکی که حساب نکن، من از صبح تا حالا انقدر رفتم بالا و اومدم پایین که پدرم در اومده، اصلا دست نمیزنم. ای بابا محمدم که نیست. فریها. باشه چشم. ببین رضا، داری به خاطر کار مردم این دختر رو مجبور میکنی که بره آشغالا رو جمع کنه. خب مگه چه اشکالی داره؟ اینطوری یکم پدر و مادرش هم درک میکنه، این که ناراحتی نداره. آره ناراحتی نداره. آی پاشم برم آب گرم کن و روشن کنم، الان میاد میگه بوی گند میدم. این دومین باره که میبینمت. تو یه ساعت دو تا فریای متفاوت. تو آشغالا رو جمع میکنی؟ بابام کار داشت. چه خبر لارا؟ هیچی، کنجکاوم بدونم دیگه کی هم دیگر رو میبینیم. ببینم چی میگفت. نمیدونم. خب من باید برم، داشتیم شام میخوردیم. وای هنوز بوش تو تنم مونده. خب مگه میشه نمونه دخترم؟ بذار من کمکت کنم، اون شونه رو بده به من دخترم، بده. امیدوارم که دستای دخترم به جای آشغالا به حریر و طلا بخوره انشاءالله. بیا عزیزم، بیا بریم شام بخوریم، باباتم ناراحت نکن، بریم. عمر پاشو بیا شام بخوریم، پاشو. عافیت باشه دخترم. ممنون بابا. خیلی خوشگل شدی. یه بار رفته آشغال جمع کرده، در روز میخواد برای اون قیافه بگیره. به نظر من فردا برو حموم خوب خودتو بشور. هی محمد، بد نیست یه بارم تو این کارو بکنی. خیلی خوب باشه، اگه من بودم نمیذاشتم تو بری. چرا هیچ کس از من نمیخواد این کارو بکنم؟ من سریعتر از همه تون میتونم این کارو انجام بدم. تو یکی ساکت. دستت درد نکنه خانوم، واقعا خوشمزه است. فریها درستش کرده. واقعا آفرین دخترم، آفرین. نمیدونستم انقدر دست بختت خوبه دخترم. این صدای چیه؟ محمد صدای موبایل توه؟ نه بابا، مال من اینجاست. فریها؟
علیها. منم امیر. وقتی موبایل قبول نکردی برای ادای دینم مجبور شدم این کارو بکنم. باشه فهمیدم، فردا حرف میزنیم. شب بخیر. این چیه؟ این خیلی بازی خفنی داره. اینو از کجا آوردی فریها؟ جانسو به هم داده. آخه واسه چی اینو داده به تو؟ قیمت این 1500 لیره است. همین الان میری و اینو بهش پس میدی. بابا اون یه رنگ دیگه شو خریده، اینم داده به من که چند وقتی ازش استفاده کنم. نمیشه، برو بهش پس بده. بابا این موقع خیلی زشته، چطور برش گردونم؟ دخترم پدر و مادرش خبر دارن؟ اگه اونا نمیدونن فردا برامون درد سر میشه. خبر دارن، سلام خانومم پیشمون بود. بابا الان دیره، فردا بهش پس میدم. اینطوری که نمیشه، نباید از اول قبولش میکردی. دست نزنید، تا صبح هیچ کس حق نداره بهش دست بزنه. ممکنه یه چیزیش بشه، اون وقت تو درد سر میافتیم. برش دار ببرش، زود باش. بگی با خودت به چی داری میخندی ها؟ کی خندیدم؟ ببینم ماجرای اون گوشی راسته؟ واقعا جانسو بهت داده؟ خب معلومه مامان. باشه پس مبارک دخترم. مامان به سلامت دخترم، مواظب خودت منم بیام. از اتوبوس جا میمونم. بابات اومد. قبل از این که بری دانشگاه اون موبایلو پس بده. برو دخترم. اما دیرم میشه بابا. مجبورم نکن خودم ببرم. برو. میخوای من ببرم بابا؟ ساکت شو بابا. من دیروز با جانسو حرف زدم، گفت تا وقتی که یه گوشه جدید بگیرم میتونم از این استفاده کنم. همچین چیزی نمیشه عزیزم. نگفته که مال خودش باشه، شب برش میگردونه، گیر نده. برو دخترم برو. محمد موفق باشی پسرم. ممنون مامان. تو به این دختر زیادی رو دادی. میدونی قیمت اون گوشی چنده؟ اگه از دستش بیفته بشکنه یا گمش کنه چی؟ باشه من دخالت نمی کنم، هر کاری میخوای بکن، نگاه نکن، بخور. بده ببینمش. چیو میخوای ببینی؟ نه ترس بابا، نمیخورمش. نگاه کردی دیگه. بله. صبح بخیر، کجایی؟ تو راه. منم تازه اومدم بیرون. اگه سوار تاکسی نشدی بیام دنبالت. سوار نشدم ولی میشم، میبینمت. باشه میبینمت. کی بود؟ دوست دانشگاه قنچه. منو ببین، دانشگاه، تلفن، دوست، اعصاب منو خورد نکن. اینقدر با من بحث نکن، تو برو دیگه، راه من طولانیه، تو اونور میری. چرا اینا اینقدر دیر کردن؟ شب میریم بیرون یا نه؟ برنامه ریزی بکنیم؟ آره بابا میریم. اما اگه امیر نیاد برنامه‌تون کنسل میشه. گفتم که میریم. کجا داری میری؟ فری چه خبر؟ خیلی صمیمی شدم. آخه فریها خیلی طولانیه، فقط دوستای صمیمیم اینطوری صدام میکنن. ما هم با هم صمیمیم، راجبه چقدرش بعدا تصمیم میگیریم. ببینم فریها، امیر رو دیدی؟ خبری ازش داری؟ صبح که به هم زنگ زد تو راه بود. منم باید ببینمش و تلفنش رو بهش پس بدم. جدن؟ آره، چون تلفن منو شکسته بود یکی دیگه برام خریده، بدون اینکه بفهمم انداخته بود تو کیفم.
امانتی. چی؟ امیر دیگه، دیروز از این ماجرا خبر داشتم. خیلی ادعاش میشه نه؟ نفهمیدم. کاملا واضحه، همه چی برای امیر اینطوری ساده است. البته تقصیری نداره، تقصیر دختره اطرافشه، مدل ها، بازیگرا و دختره روسایی که میخوان معروف بشن. میفهمی که منظوره چیه؟ حواستو جمع کن، فکر نکن خیلی خاصی. دست و دلبازی و شیرین زبونی امیر مثل شب زود گذره. دست و دلبازی امیر اصلا برای مهم نیست، شب و روزش هم همینطور. بگیر اینم بده بهش. چرا فریحا اینطوری کرد؟ شاید مدل گوشی رو نپسندیده. بیا بریم کره. بیا. با خانده میگردی؟ من با کسی نمیگردم. چقدر امیر رو میشناسی؟ خب راستش به اندازه بقیه، تا جایی که میدونم خطرناکه. یعنی چی؟ چشم چرونه دیگه، وضع مالیش که خیلی خوبه، مشته ماشین خیلی شیک، یه اسم فامیل با کلاس، تیپ ده دوزگین اونجا کچلنمازون، تمام چشا بهشه، هر چی رو میخواد با بیشترین مقدار داره. مردیه که نمیشه بهش اعتماد کرد. آدم چجوری بفهمه که قابل اعتماده؟ اون کسی که هرچی رو بخواد میتونه به دست بیاره، یا کسی که هیچی نداره؟ کدومشون قابل اعتماده؟ منم نمیدونم، سوال خیلی سختیه. هم بارون میباره هم هوا زود تاریک میشه. حالا تازه اول پاییزه، الان تاکسی خالی هم پیدا نمیشه. بیا یکی اومد، بیا سوار شی. بیا دیگه. بودو. نه من میخوام از اینجا یه چیزی. باشه هر جوری راحتی، دوشنبه میبینمت. میبینمت. فریحا اینجا چی کار میکنی؟ منتظر اتوبوسم. خب تو بارون تاکسی پیدا نکردم. بیا من میرسونمت. نه ممنون. بیا دیگه. وای خدای من چه بارونی داره میاد. وای 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 داره میاد تو خونه. وای آی 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 اوف. رضا این چه وضعیه؟ مگه تو ساختمون نبودی؟ نه نه نبودم. نگاه کن ببین چی گرفتم. این چیه؟ مال فریهاست، گوشی موبایله. چرا اینو گرفتی؟ هنوز قسط ماشین لباسشویی تموم نشده گوشی گرفتی؟ نه نه این مثل اون دیروزیه گرون نیست، خیلی ارزونه، دست دومه، تازه قسطی هم گرفتم.
دوربینم داره زهر خانم؟ آره، فقط همین دوربینش کم بود. عزیزم، اینطوری هم امانت مردم رو برمیگردونیم، هم میتونیم دخترمون رو خوشحال کنیم. برو لباساتو عوض کن، سرما نخوری، برو. امیدوارم زودتر برسه. خدا کنه خیلی خیس نشده باشه. الان میاد دیگه، تو برو لباساتو عوض کن، برو. میخواد دختره رو خوشحال کنه؟ تو این همه سال یه بار به این فکر کردی که زنتو خوشحال کنی؟ بعد اون وقت میگه برگ گلم زهرا، عزیز دلم زهرا، برگ گلت خشکید، پژ مرده شد، خبر نداری؟ زهرا اگه میتونی یه سر بیا بالا، لارا نمیتونه شلوارشو که اتو زده بودی رو پیدا کنه، اتاق ریخته به هم. الان میام تولین خانوم. آقا رضا، من میرم واحد شماره 9، تو هم رفتی یادت باشه کلیداتو با خودت ببری. کار خیلی بدی کردم؟ بابات خیلی ناراحت شد؟ آره، عصبانی شد و گفت پسش بدم. منم بهش گفتم که برش میگردونم و این کارم کردم. خب چرا با خودم حرف نزدی یا بهانه دادیش؟ اینطوری پیش اومد. چه اهمیتی داره؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ جلو تو نگاه کن، تصادف میکنی. تو خجالت میکشی. چرا خجالت بکشم؟ آره آره، خجالت میکشی. تو هم داری مسخرم میکنی. مسخره نمیکنم، خوشم اومد. چی زدی؟ نه بابا، سبم همینطوری شد. دیدی مگه نه؟ اونایی که تو مدرسه بودنم نمره تو رو باور نکردن. دیدم. سنم خانوم، شب بخیر. شب بخیر زهرا. شب بخیر. سنم خانوم، جانسو به این دختر ما یه گوشی داده، گرچه باباش واسش خرید. خواستم بپرسم اگه خونه هستید شب بیاد و بهتون پسش بده. نفهمیدم، چه گوشی؟ تو به فریها گوشی دادی؟ نه، من بهش گوشی ندادم. اون گوشه یه تعمیرگاه دیدم، گفتم یکی بیاد اینو ببینم. تو اگه دیرت شده یه تاکسی برات میگیرم، اگه میخوای برو، به خونتون نزدیکیم. نزدیکی؟ تعمیرگاه کجاست؟ داره میاد.